شیشه نما سلام آقا، شما خوبین؟ پا ما برنامهش چیه؟ شیشه نما، هر روز هر شب همه جا پا ما، داد بزن بگو چی؟ شیشه نما یکی بود یکی نبود، یکی مثل من روک بود راست گوب با کلی فن، با کلی حرف و با کلی بحث، روک باش بگو اینه مشکل من. سلام خانوم، شما خوبین؟ پا ما برنامهش چیه؟ شیشه نما، هر روز هر شب همه جا پا ما، داد بزن بگو چی؟ شیشه نما با سلام و فراوان بینندگان عزیز، اگه یادتون باشه در برنامه گذشته دیدیم که اگه ما جای مسیح بودیم چگونه با اون زنی که در حال زنا گرفته شده بود رفتار میکردیم. چون به دلایلی ما خود رو مستحق دریافت رحمت خدا میدونیم. حالا من سوالی دارم، من و تو چه کار کردیم؟ شاخ کدوم قول رو شکستیم که مستحق رحمت و محبت خدا باشیم؟ هیچ کاری نکردیم. محبتی که دریافت کردیم به خاطر فیض و رحمت رایگان خداست. پس باید همونطور هم به صورت رایگان به دیگران محبت و بخشش نشون بدیم. آیا این کار ساده‌ایه؟ ابدا. برای همینه که روزانه دعا میکنم که خداوند به من قوت و حکمت بده که چجوری دشمنان خودم رو دوست داشته باشم، و هر روز هم کم میارم ولی تسلیم نمیشم. حالا برگردیم به داستان پسر گم شده. پدر این پسر شادی کرده، جشن میگیره. چرا؟ پسرم که گم شده بود پیدا شده. خدا شادی میکنه، نه به خاطر اینکه همه مشکلات این دنیا حل شده و تمام دردا و رنجهای انسان به پایان رسیده، ابداً، یا 1000 نفر از گناهانشون توبه کرد و پیرو او شدن. خیر، خدا شادی میکنه چون یکی از فرزندانش که گم شده بود پیدا شد. و خداوند من و تو رو دعوت میکنه که در این شادی شرکت کنیم. این شادی یه شادی الهیه که دنیا نمیتونه برای ما فراهم کنه. این یک شادی نسبتاً پنهانیه. من به شخصه برای چیزهای کوچک و پنهان شادی نمی کنم. اغلب اوقات آماده دریافت خبر بد، جنگ، خشونت، جرم و شاهد کشمکش و درهم برهمی هستم. همیشه انتظار دارم که مهمانهای من درباره مشکلات و درد و شکست و محرومیت و پژمردگی و غم و اندوهشون با من صحبت کنم. به نظر میاد که من اونقدر به درد و رنج عادت پیدا کردم که چشمانم قادر نیست شادی ببینه و گوشام صدای خوشحالی که مطلق به خداست رو بشنوه. اما در این حال میدونم من و تویی که پیرو و عیسی هستیم میتونیم چنان رابطه‌ای با او داشته باشیم، چنان به اون نزدیک بشیم که در همه جاهایی که فقط غم دیده میشه شادی رو تجربه کنیم. خوب توجه کنید، ابدا منظور من این نیست که مثل شترمرغ سر خودمونو توی شن کرده و توجهی به اطرافمون نداشته باشیم، یا همیشه یه لبخند مصنوعی روی صورتمون داشته باشیم اگرچه درونمون در جنگ و جداله. خیر، ابدا. بلکه با وجود آگاهی از تمام درد و جنگ و خشونت درون و اطرافمون، با چشم الهی واقف به آن شادی نهفته هستیم، اون شادی که این دنیا هیچ وقت درک نخواهد کرد. اینو بهش میگن یک انضباط یا دیسپلین واقعی. این انضباط نیاز به انتخاب نور داره در عوض اون تاریکی که تمام اطرافم رو در بر گرفته. این انضباط نیاز به انتخاب حیات داره در عوض اون قدرت موتی که به چشم دیده میشه. این انضباط نیاز به انتخاب حقیقت داره، حتی وقتی که جز دروغ چیز دیگه اطرافمون نیست. گاهی اوقات چنان وسوسه میشم و تحت تاثیر تمام شرارت و غمی که در این دنیا در بر گرفته شده
که شادی واقعی که در چیزهای کوچک دیده میشه نمیبینم. بیش از 50 سال پیش وقتی در آبادان بچه بودم، هر از چندگاهی با دوستان و خانواده میرفتیم به اهواز تا لب رود کارون کباب دل و جگر بخوریم. یادم میاد یکی از اون شبها پدرم از من عصبانی شد، چون به قول خودش از زیبایی کارون لذت نمی بردم. بیش از 50 سال بعد تازه امروز متوجه میشم که اصرار پدرم در این بود که چگونه از اون چیزهای کوچکی که در زندگی باعث شادی میشه لذت ببرم. میدونید پاداش انتخاب شادی در زندگی چیه؟ پاداشش خود شادیه. درد و شکست و غم در این دنیا فراوونه، اما با قدرت و فیض مسیح وقتی تصمیم میگیری که در لابلای این بدبختی ها شادی انتخاب کنی، زندگی به جشن تبدیل میشه. دوباره توجه کنید، شادی غم رو نادیده نمیگیره، بلکه اون رو تبدیل به زمین حاصل خیزی برای شادی بیشتر میکنه. مطمئناً بعضی منو ساده یا واقع نبین یا سانتیمانتال خواهند خوند. بعضی ممکنه منو متهم کنند به ندیدن مشکل واقعی و اون سیستم شریری که باعث بدبختی انسانه. اما مسیح فرمود وقتی که یک گناهکار توبه کرده و به طرف خدا رو میاره، خدا شادی میکنه. وقتی آماری به این حقیقت نگاه میکنیم، یک نفر چندان تعداد جالبی به نظر نمیاد، اما به نظر میاد که پروردگار من چندان اهمیتی برای تعداد نداره. چه بسا که در زمانی که همه به خدا پشت کرده بودن و این دنیا در حال رسیدن به هلاکت بود، دعاهای 2 یا 3 نفر اون رو نجات داد. از نقطه نظر خدا یک توبه مخفیانه، یک عمل کوچکی که از روی محبت و فارغ از خود صورت میگیره، یک عفو واقعی که در یک لحظه به انجام میرسه، میتونه باعث بشه که او از تخت سلطنت خودش پایین آمده و دوان دوان به سوی تو شتابیده تا به این وسیله تمام کائنات رو از شادی الهی پر سازه. اگر این راه الهیه، پس من چالش میشم که با اون صدایی که دائما منو عذاب داده و محکوم کرده و باعث یأس و افسردگی میشه گوش نداده و اجازه بدم که اون شادی های کوچک زندگی، حقیقت دنیایی که در زندگی میکنم، به من نمایان سازد. عیسی همیشه با واقع بینی درباره این دنیا صحبت کرد. او درباره جنگ و انقلاب و زمین لرزه و طاعون و قحطی و جفا و حبس و خیانت و نفرت و ترور صحبت کرد. و هیچ به نظر نمیاد که این دنیای تاریک هیچ وقت فاقد از این نشانه ها باشه. اما در وسط تمام این دردها ما میتونیم صاحب شادی خداوند باشیم. اون شادی که متعلق به اهل بیت خداست. خدایی که محبتش عظیمتر از مرگه، خدایی که به ما قوت میده. بدون شک شخص میگه آقا شارو تو بالای گود نشستی، میگه لنگش کن، تو نمیدونی به ما چی میگذره، تو نمیدونی اون برادر خواهری که تنها جرمش پیروی از مسیح است چه زجرهایی داره در زندان میکشه. عزیز من، تو کاملا حق داری. من نمیدونم و هیچ وقتم به خودم جرأت نمیدم تا وقتی که دردهای شما رو تجربه نکردم بگم من درد شما رو میدونم. نگاه من به درد شما نیست، نگاه من به عیسی مسیحه. همونطور که قبلا گفتم، معمولا خوابهای من بیشتر کابوسه.
اما چند شب پیش خواب دیدم که عده ایمانداران کاذب به من خیانت کرده و باعث زندانی شدن من به خاطر ایمانم شدن. همونطور که در خواب بودم، یه مرتبه یک آرامش عجیبی منو در بر گرفته و به خودم گفتم حالا میدونم که چگونه ایمانداران میتونن جفایی رو که در حال تجربه هستن رو تحمل کنن. وقتی به قهرمانهای ایمان نگاه میکنیم، میبینیم که شادی یکی از علایم فرزندان خداست. این شادی رو میتونیم در چهره بسیاری افرادی که ساده، فقیر و بسیار اوقات در زجر هستند ببینیم. این مقدسین یاد گرفتن که چجوری با همراهی پدر آسمانی از آن اتفاقات کوچکی که باعث شادی در زندگی میشه لذت ببرن. آیا من به شخصه به اون درجه رسیدم؟ ابدا. اما چیز عجیب برای من فرق بزرگی است که من روزانه بین منفی بافی و شادی تجربه میکنم. آدم بدبین همیشه به دنبال تاریکیه، همیشه اشاره میکنه به خطری که سر راهه یا انگیزه ناپاکی که در حال صورت گرفتنه یا نقشه های پلیدی که پنهانه. اگه به چیزی یا کسی اعتماد داری میگن تو ساده دلی، اگه برای چیزی یا کسی اهمیت داری میگن تو رمانتیک هستی، اگه آدم رعوفی هستی میگن سانتیمانتالی. شخص منفی باف به اشتیاقت پوزخند میزنه و شور و هیجان روحانیت رو مسخره میکنه. آنها خودشونو واقع بینانی میخونن که سرشون توسط واقع نبینان کلا نمیره. اینطور افراد با کمک بیارزش کردن شادی الهی فقط به تاریکیه که اطرافشونو فرا گرفته اضافه میکنن. اونایی که شادی الهی رو تجربه کردند، تاریکی که این دنیا رو احاطه کرده ندیده نمیگیرن، بلکه مصممن که در اون تاریکی زندگی نکنند. ما ادعا میکنیم که اون نوری که در این تاریکی میتابه بیش از اون تاریکی که اطراف ما رو احاطه کرده قابل اعتماده. و حتی مهمتر، یک نور میتونه تاریکی زیادی رو رفع کنه. ما که شادی خدا رو در زندگی تجربه کردیم، دائما به جرقه های اشاره میکنیم که ما رو یادآور به حضور خدای زنده در زندگیمون میکنه. ما یکدیگر رو یادآور میکنیم که فرزندان خدا افرادی هستند که دردهای همدیگر رو تحمل میکنن، خطاهای یکدیگر رو عفو کرده و در همه چیز با یکدیگر شریک، عطایای یکدیگر رو ترویج کرده و منتظر روزی هستیم که جلال خداوند کاملا نمایان بشه. در هر لحظه روز من شانس انتخاب بین منفی بافی و شادی الهی رو دارم. افکارم میتونه پر از بدبینی باشه یا مملو از شادی. هر عملی میتونه از منفی بافی سرچشمه بگیره یا از شادی که مسیح در قلبم به وجود آورده. هر روزه آگاهی من نسبت به امکانات تصمیمام در زندگی بیشتر و بیشتر میشه و پی میبرم که هر تصمیم برای شادی به شادی اضافه کرده و زندگیم رو تبدیل به جشنی در خانه پدر میکنه. عیسی در خانه پدر کاملاً در این شادی زندگی کرد. او گفت هر آنچه از آن پدر است از آن من است. و این محتوی شادی بی حد الهیه. عزیزان، شادی الهی غم رو ناپدید نمی کنه. عیسی مسیح پسر خدا مرد درد آشنا می باشد، اما در این حال مردی که شادیش کامل بود. در عمق غمش عیسی هیچ وقت از پدر جدا نشد. شادی پدر متعلق به پسر و این شادی به من و تو ارائه داده شده.
عیسی میخواد که من صاحب شادی او باشم. او فرمود همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. این سخنان را با شما گفتم تا شادی من نیز در شما باشد و شادی شما کامل شود. و به عنوان اون پسر گم شده ای که حالا در خانه پدر زندگی میکنه، من میتونم مدعی شادی الهی بشم. شادی که متعلق به من شماست. لحظه ای در زندگی نیست که توسط غم و سودا و منفی بافی و بد اونق بودن، افکار ناخوش و موج بعد از موج افسردگی وارد قلبم نشه. و بسیار اوقات اجازه میدم که این چیزها شادی خانه خدا رو محو کنه. اما زمانی که صادقانه باور میارم که حقیقتا من به خانه پدر بازگشته و او با جامعه فاخر مرا ملبس کرده و انگشتر به انگشتم کرده، اون وقته که میتونم نقاب غم رو از صورتم برداشته و تلسم دروغی که نمیخواست من حقیقت رو ببینم بشکنم. اما عزیزان، داستان ادامه داره. یک فرزند تا آخر عمرش بچه نمیمونه، بچه بالغ میشه. پسر گم شده به خانه برنگشت که تا آخر عمرش بچه بمونه. او بازگشت تا ادعای فرزند بودن کرده و روزی خودش یه پدر بشه. بسیار جای تأسفه که بسیاری محبت رو فقط بازگشت به خانه پدر میبینن. اگرچه در بسیاری از موارد زندگی هر روزه در حال بازگشت به خانه پدر هستم، اصل مطلب بر اینه که من هم روزی مثل پدر بشم. آقا یعنی میگید روزی خدا بشیم؟ ابدا، بلکه مثل او بشیم. مثل او دیگر گمشدگان را همانطوری که خدا انجام داد مورد قبول، عفو و محبت قرار بدم. همانطور که پدر بدون قضاوت قبول کرد، من هم قبول کنم. همانطور که او گمشدگان را قبول کرد و برای بازگشت آنها جشن به راه انداخت، من هم چنان کنم. بعد از 46 سال بازگشت به خانه پدر، امروز متوجه هستم که پیدا شدن از گمشدگی فقط قدمی است به طرف پدر شدن. یعنی اون دستی که عفو کرده و دلداری داده و شفا داده و جشن به راه انداخت، اون دست باید دستهای من بشه. دوستان عزیز، هدف برنامه شیشه نما این نیست که فقط ما صحبت کنیم، بلکه خیلی دوست داریم از شما عزیزان هم بشنویم. اگر این برنامه باعث برکت شما عزیزان شده، لطفاً صفحه فیسبوک شیشه نما رو لایک کنید. و همینطور خیلی خوشحال میشیم که از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان بهره‌مند بشیم. دوستان، شما میتونید از طریق فیسبوک و ایمیل برنامه شیشه نما با ما در تماس باشید. اگرچه در این نقاشی رامبراند تصویر پدر رو در وسط تابلو قرار نداده، ولی ما میدونیم که او مرکز تمام اتفاقاتی است که در این تابلو در حال صورت گرفتنه. تمام نور از او سرچشمه گرفته و تمام توجه به او جلب شده. چون رامبراند نسبت به داستان پسر گم شده وفاداره، میخواد که قبل از هر کسی دیگه توجه به پدر جلب بشه. چرا اینقدر به پسر توجه میکنیم در حالی که مرکز توجه پدره؟ چرا بیشتر صحبت بر روی مانند این پسران بوده در حالی که سوال واقعی اینه که آیا میخواهی مانند پدر باشی؟ برای من خیلی ساده است که بگم این دوتا برادر مثل من هستن. اما چه احساسی است اگه بگم این پدر مانند منه؟ آیا من میخوام مانند پدر باشم؟ آیا مشتاقم نه تنها مورد عفو قرار بگیرم، بلکه عفو هم بکنم؟ نه فقط شخصی باشم که در حال بازگشت به خانه با خوش آمدی
روبرو بشم، بلکه دیگران رو خوش آمد بگم. نه تنها شفقت دریافت کنم، بلکه شفقت نشون بدم. اما در واقع اغلب ما میخوایم که از وظیفه ترسناک پدری یا مادری شونه خالی کنیم. رامبران قطعا این کارو کرد. بعد از دردها و مشقات فراوانی و زمانی که عمرش به آخر رسیده بود که او درد واقعی پدری روحانی رو درک کرد. شاید یکی از رادیکال ترین بیانه های عیسی رو در لوقا فصل 6 ببینیم که میگه پس رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است. به گفته مسیح رحمت خدا فقط نشون دهنده اشتیاق خدا به عفو گناهان من و عطیه حیات دوباره و شادی بخشیدن به من نیست، بلکه دعوت به مانند خدا شدن و همون عفو رو به دیگران نشون دادنه. اگه منظور اینجا فقط این بود که اگه من گناه کنم خدا میبخشه، پس میشه گفت من دارم با گناهانم به خدا لطف میکنم، چون هرچه بیشتر گناه میکنم خدا بیشتر منو میبخشه. عزیزان، این پیام انجیل نیست. حالا تو چه برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر باشی، تو فرزند خدای رحیم هستی، تو یک وارث هستی. هیچ کس به واضحی پولس رسول این حقیقت رو بیان نمی کنه. روح خدا با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خداییم، و اگه فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث شدن با مسیح. زیرا اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. اگه وارثم پس جانشینم هستم، و به عنوان یک جانشین وظیفه دارم که جای پدر رو بگیرم و همون رحمتی که او به من نشون داده به دیگران نشون بدم. در نهایت چالش بازگشت پسر گم شده پدر شدن اوست. این دعوت به پدر شدن هر گونه تفسیر نرم این داستان رو لغو میکنه. بازگشت به خانه پدر و مورد قبول او واقع شدن و رحمت دیدن خیلی عالیه. اما اگه میخوای زیر سقف خونه او زندگی کنی، باید طرز زندگی پدر رو زندگی خودت بکنی و به تمثال او تبدیل بشی. در حدود 40 سالگی متوجه شدم که چقدر شکل پدرم هستم. یه مرتبه وقتی به آینه نگاه میکنم پدرم رو میبینم، شخصی که بسیار تمجید کرده و گاهی اوقات ازش ایراد گرفتم. بیشتر انرژی زندگیم رو صرف پیدا کردن خود در صورت این مرد کرده و اغلب سوالاتم در مورد این که من کی هستم و کی خواهم بود به خاطر بودن فرزند اون مرده. این روزا متوجه میشم که با مقایسه با شباهتمون تفاوتمون خیلی کم و غیر قابل مقایسه است. حقیقتاً من وارث و جانشین اون شخصی هستم که تحسینش میکردم و گاهی اوقات ازش میترسیدم، اما تمجیدش میکردم. منظورم به پدرمه. اکنون نوبت منه که دست برکت دراز کرده و فرزندانم رو برکت بدم. زمانش رسیده که بچگی رو کنار گذاشته و بالغ بودن خودم رو اعلام بکنم، چون هدف نهایی روحانی من تبدیل شدن به یک پدر دلسوزه. پس لازمه که نگاهی عمیق‌تر به این حقیقت بکنیم. اولا عیسی زمانی این داستان تعریف میکنه که ملاها و آخوندهای اون زمان از او ایراد گرفته که تو چرا اطراف گناهکاران و ناپاکان میپلکی. عیسی میخواد نشون بده که خالقی که او درباره‌اش صحبت میکنه خداییست دلسوز که با آغوش باز گناهکارانی که با توبه به نزدش میان قبول میکنه. برای همین عیسی نشون میده که اون نه تنها بر علیه فرامین خدا عمل نمیکنه، بلکه در واقع هر روزه تعالیم پدر آسمانیش رو تمرین میکنه.
اگه خدا مهربونه پس اونایی که عاشق او هستن باید مهربون باشن. عزیزان خوب توجه کنید. مثل پدر آسمانی شدن فقط قسمتی از تعالیم عیسی نبود، بلکه اساس تعلیمات عیسی بود. تا وقتی که ما به این دنیا تعلق داریم، غیر ممکنه که در تله رقابت و انتظار جایزه گرفتن برای اعمال نیکمون نیفتیم. اما وقتی متعلق به خدایی که عیسی او رو بابا صدا زد میشیم، اون خدایی که بدون چون و چرا ما رو قبول میکنه، اون وقتی که میتونیم مثل او زندگی کنیم. وقتی متعلق به خانه خدا میشی، اون وقتی که میتونیم مانند او دیگران رو قبول کرده دلسوزی و محبت کنیم. اون وقتی که بدون انتظار هیچ جایزه نیکی میکنیم. و امروز این است چالش خداوند به من و تو. بیا و مانند او شو. اگه هنوز با توبه به خانه پدر بازگشت نکردی، این لحظه لحظه بازگشت توست. از راهی که میری 180 درجه چرخ بزن و بگو ای عیسی، من گناهکارو دریاب. و اگه زیر سقف او زندگی میکنی، پس از بچگی دست بردار و پدر یا مادر شو. دوستان عزیز، حالا میرسیم به قسمت آخر برنامه که به نظر من بهترین قسمت برنامه است، چون من دلم میخواد که شماها جوانها کاربرد درسایی که من دادم از من بپرسید و سوالهایی داشته باشید، که امروز نای جان برای من چند تا سوال داره و خوشحال بله. میشم که این سوالها رو هرچی زودتر از من بخونید که ببینم عکس‌العمل بله چیه. بله. قبل از اون بگم خسته نباشین، مرسی از برنامه خوب و عالی که داشتین. میخوام با یه سوال شروع کنم برادر شاروخ. این که توی این دنیایی که ما اینقدر از درد، از رنج، اینقدر از سختی میشنویم و هر روز که صبح بلند میشیم یه خبر تازه، یه خبر بد، چطور میشه شاد زندگی کرد، شاد بود؟ شاید یک نفر از بیننده ها اگه این برنامه رو دیده پیش خودش بگه که ای بابا، تو که اصلا از زندگی من خبر نداری، نمیدونی چه دردی دارم میکشم، چطور میتونم شاد باشم؟ و اگه بخوام شاد باشم احساس میکنم این یه نقابه. درسته که میزنم. خب اولا مسیح گفت تو این دنیا درد خواهی داشت. درسته. خوشحال باش که من بر این دنیا غلبه پیدا کردم. دوم نمونه من عیسی مسیحه که خیلی زجر کشید ولی دوباره پیروزمند بود. من معتقدم که اوست قدرت به ما میده که این در این شادی باقی بمونیم. یکی میگه من غم دارم، درست میگی، من اصلا واقف نیستم به دردی که شما ممکنه داشته باشید، اما عیسی داره، عیسی واقف اون درد و برای همین به او رو میکنیم. بالاخره برای هر خبر بدی که ما میشنویم هزار تا خبر خوبم هست که متاسفانه اخبار اینو به ما نمیگه. اگر همه خبرها خوب باشه اخباری نخواهیم داشت. درسته. پس چجوره که تمرکز بکنیم به اون چیزهای خوب دنیا هم همینطور، و نه فقط خب زلزله اومد فلان مملکت یه قسمت از شهر خراب شد، در این حال صد هزار تا مملکت دیگه هم هست که خراب نشدن. بله. و از این نظر میتونیم مثبت هم باشیم. ولی وقتی درد هست، سختی هست، یک موقعیت عالی هم برای دعاست. وقتی میبینی که در مملکتی مثلا زمین لرزه اومده، البته درد داره، و وقتی نگاه میکنی گاهی اوقات من میشینم حتی گریم میکنم. بله. در این حال شروع میکنم به دعا کردن برای خداوند که رحمت خودشو، محبت خودشو بر روی این افراد بریزه. ما درد همیشه خواهیم داشت. درسته. فقط خداست که به این دردها میتونه واقعاً واقف باشه و براش راه حلی داشته باشه. وظیفه من و شما اینه که باشون همدردی بکنیم. درسته. پس با
به قول معروف هیچ کدوم از ما علی بی غم نیست. و یه جورایی شاید هر کس یه غمی داشته باشه، ولی باید اونو ببره به حضور خدا. آمین، آمین. خوشا به حال اونی که اعتراف میکنه درد داره و این درد پیش خداوند میاره تا خداوند با اون درد معامله بکنه. عزیزان، در این قسمت از برنامه رسیدیم به آخر برنامه. متاسفانه ما هر کاری میکنیم این نیم ساعت 30 دقیقه بیشتر نمیشه و میخوام به این وسیله شما تشکر کنم. دوباره خوشحال میشم از شما بشنوم و تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. شیشه نما. سلام آقا، شما خوبین؟ پا ما برنامهش چیه؟ شیشه نما، هر روز هر شب همه جا پا ما، داد بزن بگو چی؟ شیشه نما، شیشه نما.